دمی وقت سرطان و عصد وقت درب گندم که میشه دو ساز در شیوکی در سون بگرام در سون جبل سراج یا که خودشان جمع میکنه برای ما باز برای ما چیز میکنن زنگ میزنن که بیا برتون کار جمع کردیم باز ما میریم کار میریم صرف در وقت درب که کار ما تو مکمل و حساب کای ساقی کار میگیریم خوشه شکت ریشه جدا میکنیم زنده کار میگیریم تا که گندم پختن نشه درب نمیشه اون وقت درب وقتی که درب میکنن باز برای ما میای عشق کار دارین خوشاش قیچی میکنن ساقی شما کلش باز میگیریم میاریم کده خود باز طبق ضرورت عشق که ضرورت داشتیم باز میگیریم میاریم میجه نگاه میکنیم مال کا دگام دارم نگاه کردیم برای خود که به این خاطر باز تا وقتی دیگه درب که میشه که پیش ما کا باشه که اگان تا فرمایش میته کمبوتات نشه صرف در دو ما پیدا میشه دیگه وقت بازی کا پیدا نمیشه به خاطر گندم درو میشه باز مردم مورد ماشین مندازه باز دیگه وقتی کا پیدا نمیشه هنر معرق با ساقه جو و یا گندم در تهیه تابلوهای هنر خطاطی و نقاشی از جمله هنرهای نادر و ظریفی است که در افغانستان وجود داشته و از این طریق آثار هنری تولید می شوند. معرق ساقه گندم از تلفیق حصیرهای رنگ شده یا ساده در کنار هم روی زمینه از چوب و یا تابلوهای زیرکاری شده پدید می آید. معرق‌کاری با ساقه یا کای گندم برای تزیین سطح انواع میزها، بوفه ها، درهای چوبی و اماکن تفریحی قبلا در کشور چین رسم بوده و از آنجا وارد کشورهای دیگر شده است. هنرمندان کشورهای اسلامی از این هنر بیشتر در تهیه تابلوهای خطاطی و نقاشی استفاده می کنند. برای تولید یک تابلوی معرق با ساقه گندم باید حتما از گندم کشت آبی استفاده شود. عده ای از هنرمندان در تهیه تابلوها از ساقه های خشک گندم استفاده می کنند. ولی عده دیگر برای راحتی کار و ظریفکاری بیشتر ابتدا ساقه های گندم را به مدت یک روز در آب تر می کنند. آب مورد استفاده نباید گرم باشد تا ساقه ها خوب آب گرفته و نرم شوند. اسمم سادالله، خانه ما در دیمزنگ بود. در دیمزنگ زندگی میکردیم بود و باش تولد دموجه شده و دوران ابتدایی مکتب در مکتب میرحمد شهید اول به نام عبدالوکیل خان بود، پس آنها به نام میرحمد شهید مسما شد مکتب، فعلا به نام امیر حمزه است مکتب. تا صنف 8 مکتب اوجا خواندیم. در صنف 8 بود که یک روز با پدرم سون شهر میرفتیم پیش سودا و ما همیشه عادت داشتیم پدر خود پیش سودا میرفتیم، باز ما را پیاده می آورد که هر جای برای ما نشان بده، خورد بودیم که بلد شیم که اینجا کجاست اینجا کجاست اینجا کجاست. اما تو پیاده می آمدیم تصادفا یک جای یک دانه عکس احمد ظاهر دیدیم که از این کا جور شده بود، صنف 8 مکتب بوده، از کا جور شده بسیار خوش ما آمد و می داشتیم که می کار یاد بگیریم. شرایط جنگی بود، راکت می خورد، بسیار شرایط خراب بود، خب نتونستیم کمی کار ما یاد بگیریم. باز لیسه را در لیسه ابن سینا خاتمه دادیم، خلاص شد، امتحان کنکور دادیم، امتحان کنکور در پل تکنیک کابل کامیاب شدیم در رشته انجینری. خب مگر این کار در دل ما بود، باز یک استاد ما بود در پل تکنیک به نام اسماعیل صدیقی، ما که وقت کار خانگی و چیزا میکردیم عنوان چارتای ما را او همیشه برای ما نشته میکرد، گاه وقت بیچاره در کار مصروف می بود، اتو نفر نبود که آنه بگوی من نمیکنم این کارا، خب مصروف می بود، استاد از ما کار خانگی میخواست، استاد در کار مصروف می بود، رسیدگی نمیتونست. باز که تا خود ما تصمیم گرفتیم که باید من پیش یک استاد برم خطاطی را یاد بگیریم که خود ما این وانای چارتای خود نشته کنیم. و ما پیش یک استاد به نام زیا کوشا در شاد شمشیر است پیش از او رفتیم خطاطی را. وقتی که از پل تکنیک رخصت می شدیم ساعت 1:30 بجه می رفتیم پیش از او خطاطی را یاد می گرفتیم. در جریان خطاطی بازم این کار را موبوساز می کردم، این کار کایی به نام کار کایی یاد می شه، این کار را می کرد. ما خود سابق به این کار شوق داشتم، پیش استاد که رسیدم این کار را می کرد.
برای استاد تقاضا کردم، گفتم مگه این کارم برای ما یاد بدین. او به بسیار پیشانی باز نه پیشانی ترشی و نه چیز، گفت چرا نه هزار دفعه که تو شوقمند هستی یاد بگی. وقتی که کار برای ما دادم روز اول، ان الله علی کل شیء قدیر، یک نشته را بود برای ما اسکیچ کرد، گفت تیرا کار کنین. امروز پیش استاد کام خلاص شده بود، مکاس نوبرجه چستون از سر زمینا تو تگکای کار را جمع کردیم، کار را آوردیم، شروع کردیم. وقتی گفت صبح باز بیارین که ما ببینیم که کار کدامتان خوبتر است. ما دیگه تقریبا یک سه روز می بود، سه روز شده بود که نه پیش استاد خطا کار میکردم. و دیگه شاگردا شش ماه، یک سال، هشت ماه پیش استاد کار کرده بودن. وقتی که صبح ما کارهای خود را جور کردیم بردیم، استاد راستی از امروز اول مرا تشویق کرد، گفت این شاگردان بسیار کنکارم است، از یا کده کار تو بهتر است. باز نمود اگر پشتی کار اعلان ندادیم. ما کلمه شریف به حساب که نقشه افغانستان است میخواهیم امروز زیره جور کنیم که کا کم کم چسبانده و بعد از کا که وقت ما پلو در پلو میچسبانیم و در بین امی کا باید اتا منفذ خالیگاه نباشه. اگر خالیگاه باشه باز نمود کار ما را چیز میکنه، باید کا پلو در پلو جوره جوره چسبانده شود که کار ما تا آخر تکمیل شود. باز از تکمیل شدن کار باز از او باز بخیر میمونیمش که چند دقیقه خوش و باز خوش شدن باز اونه. ساقه های نیمه مرتوب از یک سمت با قیچی شکافته شده با اتو یا کدام وسیله دیگر صافکاری می شود. بعد از صافکاری اگر نیاز به ساقه های رنگی باشند، داخل آب مقدار رنگ پودری می ریزند یا با گاز ساقه های شکافته شده گندم را سوخته کاری کرده و رنگ مورد نظر را در آن به وجود می آورند. ما اگر بخوایم که رنگ سرخ کنیم، زرد کنیم، آبی کنیم، چی کنیم؟ رنگ قالین است. ما او را می گیریم، کار را می گیریم، در ظرف که به حساب شکل استوانه ای یا چیز رو داشته باشه یا شکل که مقصد یا داشت داخل شد شکل مستطیل شکل یا را می مانیم، رنگ داشت مندازیم، مواد داشت مندازیم. تقریبا 15 الا یک متا وقتی که کار کلش رنگ بگیره، وقتی که رنگ رفت کار را می کشیم در یک پدنوس در یک چیز می مانیم برای هفته و کی رفته و خوش کنه که رنگ خوش شد. بعد از او که خوش شد رنگ می گیره، ساو ساخ یا سمندی زرد و بیار رنگی را کار داشته باشیم، رنگ میتونیم که از استفاده کنیم. مثل عکس همون لاخان واره که دیگه ما از رنگ سرخ که کار در رنگ سرخ تر کردیم یا هم کاس استفاده کردیم، باز جایش آماده کردیم استفاده کردیم. کار به حساب ما باید دو نقل ازی داشته باشیم، یک نقل به حساب خود ما کار میکنیم، یک نقل دیگه که پیش ما باید کپیش باشه. ازی باید کاربن پیپر در کاغذ دیگه میمونیم کپی کاری میکنیم که اگر خطم کار کنیم که باید اردو نقل ما باز در وقت کار یک چیز بیه. به این خاطر یک نقل پیش ما می باشه وقتی که ما با زیر می چسبانیم هر چیز در جاش منظم چسبانده شد. ما شما نمیتونیم که به حساب هر چیز به حساب در خطاتی چیز که لایق باشیم که منظم هر چیز در جاش منظم بچسبانیم، باید یک نقل پیش ما باشه که ما در او کپی کنیم، باز پس اون با برتون نشان بدیم که چی رقمی در او تخته کپی کنیم میشه و چسبانده میشه. ساقه های آماده شده طبق طرح تابلو در جاهای مورد نظر چسبانده شده و به تکمیل اثر پرداخته می شود. هنگام انتخاب ساقه ها می توان ساقه های با رنگ های گوناگون انتخاب کرد تا با ایجاد کنتراست رنگ طبیعی و ساقه های رنگ شده به آنها جلوه مضاعف بخشید و یک تابلوی خود رنگ با طیف رنگ طلایی تا قهوه‌ای روشن و یا تیره ایجاد کرد. کای گندم است که می کام استفاده میکنیم و کای زنده است زیر پای گاو چیزا توتا نمی باشه، کای زنده مو در وقت درو یارا میگیره که از قیچی مو استفاده میکنیم در قیچی کاری و در صاف کاری ازی بعد ازی باز با این پل جرایی یا چیز یگان سوراخی که به حساب ایجه در بین ازی ها می باشه ایره کت ازی سوراخ میکنیم که به حساب قیچی خود شبکه وارد داخل نمیشه، با تیر کت ازی سوراخ میکنیم داخل ازی ها. یک دونه شیشه که به حساب ما شما کار سرش چیز میکنیم میمونیم، یک قلم خودکار که کار نته ایش که ما شما ای را در کارون پیپر یا به حساب کپی میکنیم میباید کار نته. دیگه تخته لاسانی سیمیلی در روی از این متکه سیاه یا سفید یا سرخ هر رنگی که خود هر کس فرمایش داد دوستا باز مورو چی میکنیم، باز ما زیادتر در تکه سیاه کار میکنیم به این خاطر که خود چیز رنگ طلا داره رنگ سفید داره، باز تخته سیاه
دمی تکه سیاه برجسته معلوم میشه، تکه تافته سیاه را در روی تخته لاسونی 30 میلی میچسبانیم، برای خود آماده میکنیم، بعد از اون باز کای خود را میچسبانیم. این کار خوب بسیار حوصله‌مندی کار داره و این خاطره کار دنیاست که حوصله نکنی آدم به جایی نمیرسه. باید آدم با حوصله باشه، بعضی چیزاست پیش آدم خراب میشه، در وقت کار باید حوصله‌مندی داشته باشه. باز همه کده فکر آرام، فکر آدم که آرام باشه، این کار بسیار خوب پیش میره. فکر آدم که تیتو پاشان باشه، باز کار پیش نمیره. دیگه باید در این کار که آدم وقت داخل میشه، با خطاطی و رسامی هم باید دسترسی داشته باشه. اگه دسترسی نداشته باشه، به این خاطر که مخاط کار کنه، قیچی کردنش تا که دسترسی نداشته باشه، یک ذره برش مشکلات بسیار پیش میشه. این تابلو مثلا بسیار کار خرد است و حوصله مندی بسیار زیادتر میخواه. تقریبا ایده 15 الی 18 روز این تابلو کار شد و هر تابلو نظر به کار از خود وقت میگیره. یک تابلو درست کار میشه، تابلوی آسان تر باشه، تابلوی که باز به حساب کارش زیادتر باشه، زیاد وقت زمانه میگیره. امی تصاویر تابلوی تصاویر چیزا را که جور میکنیم تقریبا امی کم وقت آدمه که بگیره، در 3 روز یک تابلوی تصویر باشه کارش خلاص میشه. ما این کار که به حساب میخوایم که زود خوش شود، عجله داشته باشیم، باز گاز روشن میکنیم، سر گاز خوشکش میکنیم. مثلا کدام کسی آمده باشه که عجله برای من کار جور که باز سر گاز خوشک میکنیم. وزیر ما میتونیم سر گاز هم یک ذره بلندتر بگیریم، گاز رو روشن کنیم، سر گاز رو میره خوش کنیم. میخوایم که به حساب زود کار ما پیش بره، باید خوش شد و باید زود بازی تا که خوش نشه قیچی نمیشه. خوشیدن نال که قیچی را صافکاری میکنیم که هم این خطاش کم کم گم شود، هم یک شرشه که در روی زیزیافگی مونده یا پاک شود، هم نرم شود برای قیچی کاری. سراخکاری ما خلاش تا حالا بخواه قیچی کاری شروع میکنم. این حال اینجا پیش از پیش ما در چیز نشانی کردیم که کدام جای زیبو سوزه، کدام جای چیز شبه سفید بانه، بعد از اون باز جای سخته رو جدا میمونیم، جایی که سفید است جدا میمونیم. این کار اصل اول در چین چیده، بعد از چین باز دهند و چیزا باز به افغانستان آمده و ساز ما سیاه کشای کار میکنه. دیگه پیش از او یک نفر دیگه بود به نام گندمی یاد میشد، او خودش فوت کرده، بچهش کار میکرد، بچهش خارج سالیجه نیست. من خودم از دیپارتمنت استخراج پلتکنیک کابل فارغ شدم، رشته به ماستری به دیپلم همه چیز دارم، مگر از او کار کرده این کار میکنم. وقتی که یک تابلو رو جور میکنم یا کلمه شریفی هر چیزه، هم تو روح آدم آرام میشه، خستگی آدم رفع میشه، روح آدم آرام میشه. یک کار بسیار خوشایند است. اگر نه یکان تا که میبینه در دکان میگن شما از 15 نرا فارغ شدین، من که میگم از پلتکنیک، میگه شما از پلتکنیک فارغ شدین. این کار را گفتیم، این کار را دیگه همون شوقیش خلاقه که آدم به کار داشت، پس به کار آدم خدا میرسانه. این نام خداوند است، الله جل جلاله، که یک نام خداوند داخل است. بس گردشم نام خداوند الله کار شده. تقریبا امی تابلو بسیار در نظر کسی که به حساب کار نکرده باشه بسیار ساده می، امی تابلو تقریبا 4 روز وقت گرفت که کار چسبانده میشه، بعد از او خشک میشه، بعد از پس قیچی کاری میشه، سوختانده میشه و پس چسبانده میشه. رنگای داخلش خود رنگ کاست، و به این خاطر که ما یک خط رنگ کار خود الف الله، یه الف الله است،
یکیش سفید موندیم، یکیش سوختاندیم و زیره باز علاش به حساب تغییر دادیم رنگش از زیره علف شکبه ای خاطر یک دیزاین مقبول به یک مایر سفید کار میکردیم، باز یک دیزاین چیز میامد ما خودمون تو چیز کردیم که باید یکیش سفید کار شد و یکیش سوختانده شد، یکیش سفید کار شد یکیش سوختانده که یک دیزاین مقبول که به حساب بیاید که خوش مشتری و خوش کسایی که به حساب میگیره مورد علاقش واقع شد. مثل از زیر نال ما و شما کپی میکنیم در روی تخته ای رقم که به حساب باز هر چیز موجه های مناسبش چسبانده شد. کپی کاری از این چی رقم است که ما و شما امیر میگیریم تباشیر است که تباشیر را پشت از این خط میکنیم، تباشیر ما خط شد آله ایره در روی کاغذ میبانیم و در قسمتاش که به حساب نشته است ما و شما که قلم پیشتر که گفتیم قلم داریم، قلمی که خط نمیده که از این نشانی میکنیم که هر چیز در جایش منظم چسبانده شد. کار ما را بسیار آسان میسازد در وقت چسباندن. اگر یه تو نکنیم بسیار با مشکلات باز روبرو میشیم. اندازه و جای همی کلمه شریف که محمد در کجا می الله در کجا می الله جلو جلو از پیش ما خراب میشه. مگر به این کار خودش آسان باز وقت کار خلاش نشانتون میتیم بسیار آسان بر ما شما هیچ مشکل پیش نمه. بسیار هر چیز در جایش خود منظم چسبانده میشه. این ما شما کلمه شریف به تخته قیچی کرده بودیم کپی کردیم اینال آسان هر چیز مده جایش منظم چسبانده میتونیم آسان جایی که سوخته سوخته را جایی که ساده ساده را بهشون بسیار به سادگی آسان میچسبانیم. حالا گاز رو روشن میکنیم به خاطر موجایی که مونده سوختاندن دیگه سر گاز میسوزونیم که موجایی که مونده یارو باز نصب کنیم که تا یک زیبایی در کار ما پیدا شود. وقتی ما روشن کردیم باید سرزی ما آینه بانیم که شعله گاز مستقیما باز کاغذ میسوزونه که نازک است باید از طریق چی را ما بسوزانیم. اینا را ما شما ای را گرفته میسوزانیم که تا چی هده می دویه مقبولی است اما قبع حسابی را رنگش میسوزانیم. رنگ میبینیم کون رنگ خدا اساس را تغییر داده میره سوخته میره کم کم. از همین آساس و بسیار بدقت که ایکا سوخته بسیار بدقت آساس و قاقه رو جدا میکنیم که تبالای شینه ما نگه ناخون جدا نشد بس کته پل جرهی کته کتر جداش میکنیم که کار خودم میبینیم که چقدر که کار اصلی مطابقت داره چقدر به حساب هر چیز جای خود منظم چسبیده. این محمد که یه بخیر بود چسبون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کار ما کار که امروز ما شما انجام دادیم بخیر
اینی کار بود که یه اصلش در کاغذ بود و ما شما کار چسبانیم، کار بازیاش سختانیم به خاطر زیبایی کار بازیاش سفید موندیم، کار ما خاتمه یافت، کار ما خلاص شد. مهم این است که انسان در زندگی چی میخواهد و به چی درک و فهم میرسد. آدمی دارای بینش ها و گرایش هایی است که با گذشت زمان نسبت به محیط اطراف خود پیدا میکند و به شناختی میرسد که حاصل تجربه و علم است. دنیا گذشتنی است، تیر میشه، غیر می آیت شریف ما دیگه کیت چیزی داریم حساب کل دنیا ما شما به قرآن شریف آیت شریف و سوار است و به ما هم با آخرت ثواب است، هم با دنیا که به حساب کار میکنیم، یک دوست آشنا یک مشتری که می آیت شریف میگیره به خانه میبره، در خانه حتما دعا میکنه که زنده باشه، خیر ببینه که تک چیز جور کرد، در کار نیکی که میکنی خصوصا کارهای اسلامی خدا همیشه کمک میکنه که انسان وقتی که قلم میگیری خداوند خودش برات راهنمایی میکنه که کار چی رقم پیش بره، بسیار یک لذت خاص میبره. وقتی که رجوع به قرآن شریف و آیات شریف کنی در زندگی مشکلات در زندگی روزمره و کار رخ نمیده، باور کنین شما شاید اتو بگین که چی میگه، تقریبا 20 سال است که ما وقتی کار شروع کردیم روی مریضی رو من ندیده، به این خاطر رجوع به آیات شریف بودی همیشه سر کار که آیات شریف است، روی مریضی رو ما گوش شیطان کرد که طالب حساب ما ندیدیم که تو مریض شده باشه. گرایش ها، خواست ها و نیاز های مادی و معنوی انسان محرک رشد، بالندگی، تکامل و تعالی او در زمینه های مختلف می باشد. جهت‌دهی درست به گرایش ها از وظایف عقل و علم است و توجه به گرایش های معنوی و حرکت در مسیر آنها، حرکت در مسیر فطرت است و ایمان را به همراه دارد. ایمان به زندگی انسان رنگ و بوی دیگری بخشیده، فرد را از پوچی و بی‌هدفی نجات می‌دهد و در طی مسیر الهی کمک می‌نماید. بی‌تفاوتی و سردرگمی در مسیر انسان متفکر و هدفمند قرار نمی‌گیرد. هر کسی که در مسیر کمال گام‌های شمرده و حساب شده تر بردارد، به همان میزان شناخت، ذهنیت و خلاقیتش بارور می‌گردد و نگرش پدیدار شناسانه انسان لحظه ها و داشته های روزمره او را ارزشمدار و معنیدار می گرداند. شناخت اشیا و پدیدارها برای چنین انسان ها همواره آغاز برای قصد تازه و معنی تازه اند. بیهوده نیست که انسان های خلاق، متفکر و آفرینشگر را هنرمند می گویند. هنرمندان پدیده هایی را که طبیعت ناقص گذاشته اند کامل می کند و برای خلق زیبایی ها و جلوه های الهام بخش بعضن از ابتدایی ترین وسایل و داشته هایشان استفاده شایسته انجام داده و آثار نفیس هنری را با کمال زیبایی خلق می کنند.